این بزرگترین مهاجرت سالیانه بشر است. صدها میلیون شهروند چینی برای سال نو قمری راهی خانه های خود می شوند. قطعا باید برای سال نو قمری به خانه رفت. فکر کنم برای همه چینی ها همینطور است. مهم نیست کجا باشید. برای سال نو عملا باید به خانه رفت. قطارها، هواپیماها و اتوبوسها از چندین روز قبل از شروع سال نو مملو و از مسافر می شوند. در این ایام هر روز از اینجا حدود 430 اتوبوس حرکت می کنند و حدود 12,000 مسافر را جابجا می کنند. امسال حجم مسافران از ظرفیت شبکه حمل و نقل بیشتر است و به نظر می رسد تا حالا سابقه نداشته. در مقایسه با پارسال احتمالاً حدود 10% افزایش داشته است. به گزارش خبرگزاری دولت شینهوا پیش بینی می شود در مدت 40 روز حدود 3.1 میلیارد سفر صورت گیرد. برای سهولت بیشتر مسافران، وزارت راه آهن سیستم جدیدی برای خرید آنلاین بلیت راه اندازی کرده است، اما برای کارگران مهاجری که دسترسی به اینترنت ندارند، این سیستم استفاده چندانی ندارد. 5 ساعت است که در صف هستم و آخر هم بلیت ایستاده گیرم اومد. صندلی خالی نمانده بود. بایستی آنلاین می‌خریدیم، اما ما نمی‌دانیم چطور باید این کار را انجام دهیم. دردسر بزرگی است. برای بسیاری از کارگران مهاجر این تعطیلات تنها زمانی در سال است که میتوانند به خانه خود مراجعه کنند و به دیدار فرزندانشان بروند، فرزندانی که اکثرا توسط وابستگانشان نگهداری میشوند. اما افرادی هم که میتوانستند آنلاین خریداری کنند از این سیستم گله داشتند. اگر بخواهید وارد شوید 20 دقیقه طول میکشد و بعد که میخواهید بلیط را خریداری کنید با پیغام سرور مشغول است مواجه میشوید. هر بار که اینطور میشود باید دوباره وارد سیستم شوید که دوباره 20 دقیقه طول میکشد. و بسیاری از افراد هم هستند که گرچه پول بلیط از حسابشان کم شده ولی مراحل خرید تا آخر طی نشده است. با وجود شتاب چین برای توسعه شبکه حمل و نقل مسافران، به نظر می رسد این شبکه برای سال نو هنوز هم با مشکل مواجه باشد.